میکنیم. رفقا، دوستان عزیز، به جلسه امشب صدای ملاک خوش اومدید. مهمان ما مراد فرهادپوره. این بحث دومیه که داره ارائه میده در رابطه با نگاهی به مفهوم دولت. بحث اول که من متاسفانه سفر بودم و خیلی پخش و پراکنده زنده گوش کردم، ولی بعد مفصل گوش کردم، واقعا یکی از بهترین بحث هایی بود که ما توی این جلسه ها داشتیم. خیلی بحث مهمیه این مسئله مفهوم دولت، چون اگه اینو نفهمیم نمیدونیم با کی روبرو هستیم، دشمن ما کیه، چجوری میخوایم مبارزه کنیم. خیلی بحث ها تو این بحث جا داره و از بحث های کلیدی جنبش مارکسیستی. در نتیجه من خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و بحث امشب رو ارائه میکنید. ما این بحث رو طبعا بعد پخش میکنیم و مثل دفعه قبل، اگرچه تعداد شرکت کنندگان اگه بخواید زنده چندان نیست، ولی توی یوتیوب جلسه قبلی شما شاید یکی از پربیننده ترین جلسه های ما بود. در نتیجه خوش آمدید و بفرمید. خواهش میکنم. با سلام خدمت همه دوستان و رفقایی که در این نشست حضور دارن. خب این همونطور که گفتن جلسه دوم بخش دوم. در ابتدا باید واقع معذرت بخوام که در جلسه قبلی من به خاطر بیماری مقداری زود تموم شد و فکر کنم یکی دو سوالی باقی مونده بود که پاسخ نگرفت. به هر حال معذرت میخوام. در این حال این آفت یه جوری بالای منبر رفتن فقط منحصر به صاحبان قدرت نیست، تو فرهنگ ما این غلبه فرهنگ شفاهی خب این مسئله رو ایجاد میکنه. امروز سعی میکنم تا حد ممکن واقعا مختصر و فشرده تر صحبت کنم، جا باشه برای در واقع بحث دوستانی که نظر دارن، سوال دارن، نقد دارن. و خب جلسه پیش من به واقع مجموعه ای از ایده ها رو مطرح کردم. قول و هوش همین مفهوم دولت دقیقا به همین معنایی که ذکر شد به عنوان یه مسئله مهم برحال هم برای کل جهان و برای البته سنت تفکر مارکسیستی. و امروز ولی خب من قصد ندارم در واقع به همه باز دوباره به سراغ همه این ایده ها برم. برخی از اون ایده ها اصلا مطرح شدن و برای اینکه شاید بعدها مورد بحث قرار بگیرن. خود من مایلم اتفاقا دوستان در موردشون اظهار نظر کنن، به ویژه فرضاً مثلا اون ایده مربوط به واقع سرمایه‌داری در درون هر کشور و اینکه به هر حال در اون میشه گفت ساختار مفهومی سگانه هگلی، امر خاص و امر منفرد، امر خاص و امر کلی، اینکه سرمایه در به ویژه به هر حال پروژه نقد اقتصاد سیاسی مارکس به صورت سرمایه های فردی و بعد سرمایه در کل مطرح میشه و اینکه سرمایه در اون معنی پاتیکولار یا خاصش در واقع همین سرمایه های کشورهای خاص چه نقشی داشته در پیدایش سرمایه داری و رشد و گسترشش، چیزیه که من خودم مایلم رفقایی بهش جواب بدن، کسایی که بیشتر با اقتصاد سیاسی آشنا هستن مثل رفیق سراغ. من خودم در واقع مایلم این بحثیه که در واقع کسایی که بیشتر به تاریخ و اقتصاد سرمایه داری واردن باید نسبت بهش واکنش نشون بدن. ولی خب حالا از این گذشته، بحثی که من اون بار شروع کردم در واقع تا یه حدی این انتخاب مفهوم دولت شاید
انتخاب به جایی به اون صورت نبود، برای اینکه دولت خب نهاد قدیمی از هم دولت شهرهای بین النهرین تا امپراتوری روم تا هم دولت های بوجایی مدرن امروز در بر داره و هزاران ابعاد مختلف داره. من بیشتر در واقع اگه بخوایم مثلا بحث های مدرن امروزی رو نگاه کنیم، فرضاً مثلا در بحث های فوکویی، من بیشتر اتفاقا به اون سویه ای که فوکو در نظر نمیگیره و خیلی مهم نمیدونه، یعنی همون بحث حاکمیت نظر داشتم در تقابل با آنچه که فرضاً فوکو به عنوان یه جور گاورمنتالیتی بهش میپردازه، یه جور بسته حالا همون مفهوم دستگاه های ایدئولوژیک دولت توی آلتوسه رو و خیلی وسیع تر کردنش در ارتباط با جامعه امروزی و دولت امروزی. اتفاقا اون چیزی که باز یه مقداری ندید گرفته میشه همون بحث مربوط به رابطه حاکم با اتباع و مهمتر از همه بحث اصلا مسئله جنگ و رابطه حاکمان و ارتش های اونها با مناطق دیگه و ارتش های دیگه است. و خب این در واقع به هر حال تکیه اصلی امروز به این سمت خواهد بود. اون موقع من تا یه حدی مفهوم دولت رو انتخاب کردم برای اینکه خب هر گونه نقد نسبت به حالا مارکسیسم یا مارکس امروزه خصوصا این شاعبه برحال ایدئولوژیک سیاسی رو داره که گویا از سمت راست داره مطرح میشه، یعنی به یه شکلی همین یه جور ایرادیه که سنت های عمدتا مثلا لیبرال مطرح میکنن. من خودم اتفاقا بر اساس این ایده که مهمترین و ژرفترین اتفاقا نقد ها از مارکسیسم از درون خود این سنت فکری اومده، سعی کردم یه مفهومی رو انتخاب کنم که به هر حال همین مورد بحث بوده و به یه شکلی در واقع درونی بودن بحث خودم هم نسبت به مارکسیسم رو نشون میده و این که در واقع در چندین جا تلاش کردم این نکته رو روشن کنم که فرضاً بحث من اتوان از دیدگاه اینکه چه بر سر انقلاب ها در طول این چند قرن گذشته اومده و چگونه از سوی دولت های دیگه مورد حمله قرار گرفتن بوده، بحث در واقع از زاویه یه جور صلح طلبی حالا لیبرال یا حتی گاندیوار مطرح نمیشه. بر این اساس خب تکیم روی مفهوم دولت گذاشتم، ولی به واقع آن چیزی که شاید مفهومی که باید مطرح میشد و امروز من سعی میکنم مقدار از طریق اتفاقا درگیر شدن تاریخی و نظری با این مفهوم بحث رو جلو ببرم، مفهومی که شاید باید خلاصه اسمش رو گذاشت زور ماورای اقتصادی، خشونت ماورای اقتصادی، و البته بعد به این اضافه کرد خشونت ماورای اقتصادی تمرکز یافته ای که واجد یه جور مشروعیت اجتماعی هم هست که اینجا دیگه کاملا گره میخوره به باز دولت. البته بنابراین تو این بحث دولت میاد، ولی به عوض اینکه نقطه شروع باشه به یه شکلی پس از درگیر شدن با این مفهوم باید در انتها بهش برسیم و شاید در اونجا اتفاقا زمینه ای فراهم بشه برای اینکه حالا در ادامه این بحث پای حالا نظریه های دیگه به ویژه بحث های آگامبن در مورد سیاست مغرب زمین خصوصا رو بتونیم مطرح کنیم که یه جوری به نظر من به هر حال قدمیه در راستای یه جور درگیر شدن و پاسخ دادن به همین دغدغه ای که حالا به عنوان دغدغه دولت من این دفعه مطرح کردم. بنابراین مسئله برمیگرده به همین بحث
خشونت و مسئله زور ماورای اقتصادی. و این خب در همون اول کار این قضیه ماورای اقتصادیش خب عمدتا برمیگرده به دوره مدرن و سرمایه‌داری، دقیقا برای اینکه اصلا چیزی به نام اقتصاد مجزا از دولت، مجزا از دین و کلیسا، مجزا از اخلاق و مناسک و رسوم و ایدئولوژی، فقط خاص در واقع دوره مدرنه. برای همین حتی مفاهیم مثل دترمینیزم اقتصادی هم درست یا غلط با هر درجه ای بخوایم بهش نگاه بکنیم باز برمیگردن به دوره مدرن. نمیشه در ما قبل سرمایه‌داری اصلا از دترمینیزم اقتصادی صحبت کرد، چون چیزی به نام اقتصاد به عنوان یه عامل مجزا که میتونه چیزهای دیگر رو تعیین کنه اصلا وجود نداره. ولی خب این ماجرای در واقع حالا بگیم زور ماورای اقتصادی در درون خود، ولی به هر حال بحث مارکس از سرمایه‌داری مطرح میشه در قالب همون بحث مشهور انباشت اولیه، همون به اصطلاح انباشت اولیه. این بحثی است که خب در درون خود سنت مارکسیستی هم درجات گوناگونی از تحول داشته، شاید برخی جاها صرفا به عنوان یک پدیده اقتصادی بهش اشاره شده، تا اونجایی که یادم هست تو جلد اول کاپیتال خود مارکس هم یه جور بحث رو به این نکته اشاره میکنه که فرضاً این میزان کمی سرمایه برای اینکه اصلا تولید سودآور باشه، تولید اصلا معنایی داشته باشه، برای اینکه سرمایه به این حد از میزان کمی برسه خب یه جوری دست میبره از روش های غیر اقتصادی و از جور ماور اقتصادی برای همین سلب مالکیت و غارت استفاده میکنه. ولی به واقع در درون خود جنبش مارکسیستی هم ما میبینیم که این یه فرایند خیلی پیچیده چند وجهی اجتماعی است که به عنوان یه چرخه اصلا اولیه نیست به این معنی که فقط در اول رخ میده، همیشه هست و تکرار میشه و تا به همین امروز هم تکرار شده و اون رو ما به عنوان یه جور فرایند همین سلب مالکیت از تولید کنندگان، یا بهتر بگیم مثلا کنده شدن تولید کنندگان از روابط ماقبل سرمایه‌داری و سرازیر شدنشون به در واقع روابط بازار ازش اسم میبریم. ولی به نظر میرسه که حتی اگر اون به اصطلاح مورد خاص تجربی که مارکس الگوی خودش رو بر اساس اون تنظیم میکرد، یعنی همون مورد سرمایه‌داری انگلستان قرن 19 هم که مارکس تو کتابخانه بریتیش میوزیوم آمار و به اصطلاح فاکت هاش رو بررسی میکرد، حتی تو این هم به نظر میرسه نقش در واقع خشونت توی توصیفی که مارکس میکنه کمرنگتر از اون چیزی شده که در واقعیت بوده. دست کم یکی دو نفری من اینجا و اونجا در کتاب ها دیدم که به این قضیه در واقع اشاره میکنن. خب روشن مارکس به هر حال در جهت دادن یک بیان مفهومی و منطقی خیلی روشن از مسئله استثمار و بهره کشی، اون رو به عنوان یه جور تولید ارزش اضافی مطرح کردن و ادغام کردن اون در نظریه اصول ارزش که از اسمیت و ریکاردو به ارث برده طرح میکنه. و خب روشنه که در اینجا اتفاقا یه جور اون میشه گفت دقت منطقی و مفهومی میطلبه که این بهره کشی به عنوان اصلا یه فرایند اقتصادی و مستقل مطرح بشه بر اساس اصلا منطق بازار که در اون همه به یه شکلی مثلا برابر و آزادن، مفهوم همین بازار که دیگه همین از دین و اخلاق و همه این چیزا جداست،
همه افراد میتونن بیان توش، یکی با پول و سرمایه مالی، یکی با ماشینالات، یکی هم خب با فقط تنها چیزی که داره یعنی نیروی کار وارد میشه. و خب بیرون کشیدن منطق در واقع استثمار و بهره کشی، همون اکسپلویتیشن، و معرفی اون به عنوان همین اصلا تولید ارزش اضافی، خب اصلا دستاورد اصلی به هر حال سرمایه مارکس. و خب به نظر میرسه که گذشته از حالا این دقت مفهومی که خب مستلزم این بوده که صرفا روی خود بازار و مفاهیم اقتصادی تکیه کنه مارکس، برای اینکه بتونه واقع این رو به عنوان یک پروسه اقتصادی که منطقا از دل روابط بازار میاد بیرون طرح کنه و در واقع مفهوم پردازش بکنه. گذشته از این میشه گفت نیاز نظری و مفهومی و منطقی، به لحاظ سیاسی هم این نکته مطرح هست که و بوده که در واقع طرح مسائل ماورای اقتصادی همیشه ما رو با به لحاظ سیاسی هم با این دشواری روبرو میکنه، از چپگرایانی مثل هم رودون گرفته تا محافظه کاران مثلا کاتولیک که دست راستی، که همه سرمایه‌داری رو بر اساس مسئله اخلاقی طمع و حرص بررسی کنند. و اینکه خب اگه مثلا حرص و طمع چند فرد ثروتمند نباشه مسئله حل، بنابراین کل مثلا ماجرای مبارزه طبقاتی، مبارزه علیه سرمایه‌داری، فراتر رفتن از اون هم سوسیالیسم و روابط دیگه همه کنار میره، ما با یه در واقع رفرمیزم آبکی و اخلاقی روبرو میشیم که عملا به نفع خود سرمایه عمل میکنه. و خب این هم در واقع موثر بوده در اینکه خب مارکس یه جوری در واقع بیش از شاید حد روی خود منطقه میشه گفت استثمار تاکید بکنه. ولی خب این تاکید مثل هر تاکید نظری و تاریخی یه بهایی داره، و اتفاقا حالا اینجاست که به نظر میاد عملا ما به نظریه ها و بحث احتیاج داریم که بتونن در واقع این کمبود رو یا این بها رو یه جوری پرداخت کنن. و اینجاست که من فکر میکنم همون بحث همین زور ماورای اقتصادی مطرح میشه، حتی در ارتباط با خود مفهوم انباشت اولیه که جای کلی بحث داره. به هر حال ما میبینیم صرف کنده شدن از روابط ماقبل سرمایه‌داری کافی نیست، اینکه افراد در واقع روزی هم شاید 12 تا 14 ساعت در بدترین شرایط با ماشینالات در چه میدونم وضعیت کارخانه های قرن 19 کار کنن، و این رو 7 روز هفته در واقع ادامه بدن و در کنار این اصلا زنده بمونن به عنوان انسان و بتونن نمیدونم تولید مثل کنن، بچه هاشون رو بزرگ کنن که اصلا این ماجرا ادامه پیدا بکنه. این خودش به یک زور ماورای اقتصادی عجیب و غریبی احتیاج داره برای منضبط کردن، برای این درونی کردن این انضباط. و خب یا عالمه از بحثای چند فوکو و دیگران هم به همین قضیه برمیگرده، این درونی شدن این انضباط. اگر اینو مقایسه کنیم چه میدونم با کار دهقانان در فئودالیسم، میبینیم خب دهقانان تقریبا 3 ماه از سال اصلا کاری ندارن در زمستان، و به هر حال ریتم کار هم خیلی طبیعی تره حالا گذشته از فضاش و همه چیز. بنابراین این که اصلا شما یه چیزی به نام پرولتاریا یا کارگر صنعتی بسازی، این مستلزم در واقع اون جهان عجیب و غریبیه که میگم مثلا گفتم شاید تو رمان های دیکنز اگه اون اخلاق گراییش رو کنار بذاریم حضور این خشونت عجیب و غریب رو میبینیم. چیزی اینجاست که ما در واقع احتیاج داریم به روشن شدن واقع این زور ماورای اقتصادی که میگم
بله، بخش عمدهش باز برمیگرده به دولت، بحثایی که مربوط بوده به قوانین ضد تکدی، اعدام بیکاران و گداها، برای اینکه همه رو یه جوری مجبور کنن وارد اون در واقع بازار بشن و همین نیروی کارشون رو بفروشن. ولی چیزی بیش از این در واقع لازمه، این درونی شدن، این انضباط که تا به امروز خصوصا فکر کنم در مغرب زمین دوستانی که اونجا به سر میبرن آگاهن، این بحث کریر و بحث 9 صبح تا 5 بعد از ظهر همه مثل ربات کار بکنن و این بدو بدویی که اصلا در اصطلاح شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته دنیا هست، نتیجه همین درونی شدن که حالا کلی بحث روانکاوانه و غیره در مورد این درونی کردن خشونت و اصلا سلطه نسبت به طبیعت درونی، نسبت به بدن و هزار و یه شکلی که اصلا قدرت روی بدن اعمال میشه توسط خود شخص، توسط نهادها، انواع حالا چیزهایی که مثلا آرتوسر تحت عنوان اینترپلیشن ازش یاد میکنه، که همین نیرویی که اصلا بیرون خطاب میکنه افراد رو. و خب بحث غیر از حتی این مسئله، در همین باز بحث اولیه شکلگیری فرزند یه طبقه کارگری که وارد این روابط میشه، ما شاهد این هستیم کار زنان، کار کودکان خودش بحثه و در واقع اصلا با یه چیزی رو برو میشیم غیر از حالا بهره کشی به عنوان تبعیض. ولی حالا اصلا خود این مسئله است که حالا کودک فرزند بگیریم 8 یا 9 ساله ای که مثلا به کارخونه فرستاده شده، برای از لحظه تولد تا 7-8 سالگی باید بزرگ شه تا اصلا بشه بعد به این شکل استثمارش کرد. چی بزرگش میکنه؟ کل بحث سوشال ریپروداکشن، بازتولید اجتماعی میاد وسط، بحث کار درون خانه و اصلا این تمام اون چیزی که پیش فرض بقای چه میدونم بیولوژیکی طبقه کارگره، ولی در محاسبات در واقع اقتصادی و حتی تو بحث بهره کشی هم که مارکس مطرح میکنه نمیاد. این ستمی است که در واقع به زنان وارد میشه، این در واقع رنجی است که اونها میکشن در طول این همه قرون. و قضیه فقط هم به قوانین و دولت بر نمیگرده، اینجا شما برای اینکه اصلا خانواده به عنوان محل اصلا حالا همین درونی شدن خشونت، محل یه جور بردگی برای زنان ادامه پیدا بکنه، این در واقع خب به حکومت همین یه جور مردسالاری در واقع نیاز داره که خیلی قدیمی تر از شاید حتی هر گونه دولتیه، چه برسه به سرمایه‌داری. و خب این رو ما میبینیم که در واقع جزئی از بازتولید اجتماعی ولی دیده نمیشه. حالا من به وارد بحثای نمیدونم فمینیست های مارکسیستی و سنم فدریچی و اینا نمیخوام بشم که اصلا پیدایش سرمایه داری چجوری گره میخوره به سرکوب زنان، بحث سوزاندن ساحره ها، بحث مبارزه با جنبش های مسیحی در واقع سوسیالیستی مثل کواکرا، آناباپتیستا و و و نکات مختلفی که حالا میگم سرش باز توی فمینیستا بحث زیاد شده. ولی در همین حد عادیش ما با یه چیزی عنوان همین یه شکلی از ستم و تبعیض روبرو هستیم که ربطی به بهره کشی و منطق تولید ارزش اضافی نداره، در این که کاملا ضروری است برای اینکه اون منطق اصلا ادامه پیدا بکنه. این همین شکلی از همین زور ماورای اقتصادی است. و البته ماجرا فقط هم با همین قضیه هم زنان محدود نمیشه، ما به شکل‌های دیگه ای از سلطه و ستم در واقع میتونیم اشاره کنیم که همشون اساسی بودن در ظهور و گسترش سرمایه‌داری. این رو هم خود مارکس باز
برای ما ممکن میکنه با مفهوم در واقع ادغام صوری formal subsumption در تمایز از real subsumption که حالا باز بحث اقتصادیش ایناشو من واردش نمیشم، ولی formal subsumption واقعا نشون میده که سرمایه‌داری به شکل صوری میتونه هر چیزی رو، هر عنصری، نهادی، نیرویی رو از هر جای جهان و از هر جای تاریخ به خدمت بگیره و اون رو جزئی از خودش بکنه و ازش استفاده کنه. برای همینه که ما در کنار حالا بحث مسئله ستم خانه و کار خانه زنان مثلا میتونیم به بردهداری و بردگی اشاره بکنیم و خب معلومه که خب این هم جزئی از در واقع رشد اصلا سرمایه‌داری بوده. فقط همین کافیه بردهداری در پلانتیشن ها و مزارع پنبه آمریکا که سیاهان برده درش کار میکردن رو در نظر بگیریم که اون پنبه ها بعدا میرفته به توسط کارگران انگلیسی در منچستر تبدیل میشده به نخ و پارچه و بعد اون پارچه ها فرستاده میشده احتمالا به هند تا کشاوردان هندی ورشکست بشن در این مسیر. بنابراین میبینیم بردهداری چقدر اساسی و مهمه تا همین امروز هم، نه فقط در امارات و عربستان، در خود کشورهای پیشرفته اما با شکلهای کاملا مشخصی از بردهداری و کار بردگی روبرو هستیم، حالا از بردگی جنسی تا غیره و غیره. و این رو هم باز اتفاقا میبینیم که به یه شکلی حالا باز به لحاظ تاریخی خود همین بحث بردهداری در واقع مرتبط میشه باز به همین نقش همین دولت به ویژه اون سویه حاکمیتش، یعنی همون جنگ. عمده برده ها در واقع سپاهیانی بودند که در جنگ ها شکست می‌خوردن و به بردگی کشیده می‌شدند، یا اهالی منطقه‌ای بودند که تسخیر می‌شده و همگیشون در واقع برده می‌شدند، یا دست کم مردانشون رو گردن می‌زدن، زنان و بچه‌ها رو به بردگی می‌بردن. این داستانی است خیلی قدیمی‌تر از سرمایه‌داری و نشون دهنده حالا رابطه با سرمایه رابطه بردگی با دولت، هرچند باز قضیه از حد دولت هم میتونه فراتر بره. همین رو حالا شکلای دیگه ای رو ما از شکلای از تبعیض رو میتونیم بهش اشاره کنیم، انواع و اقسام تبعیض ها نسبت به دیگران و غیر خودی ها، دیگرانی که به لحاظ دینی اعتقادات ما را ندارد یا دیگرانی که به زبانشون متفاوته، رنگ پوستشون متفاوته، ملیتشون متفاوته، همه اینها در واقع شکل‌های مختلفی از تبعیض که خب باز نگاه بکنیم امروزه می‌بینیم که در واقع در عقب نشینی جمع چپ، در پیروزی راست و حتی سنگین تر شدن سایه فاشیست، بحث مهاجران و مهاجرت مرکزیه، یعنی حتی در کشورهای در واقع پیشرفته این بحث هست، این بحث سرکوب مهاجران یا استفاده از بحث این غیر بودن مهاجران برای ساختن هویت‌های ملی و فاشیستی و سرکوبگرانه که در واقع توی این چند دهه دیگه کاملا برای همه روشنه این بحث مسئله مهاجرت. و خب همه اینها در واقع همه همین شکل‌هایی از در واقع همین زور یا خشونت ماورای اقتصادی و خب جای در واقع بحث دارن. و البته میبینیم که در بسیاری از موارد هم حالا چه در داخل سرمایه داری چه قبل از اون وصل میشن به همین مسئله دولت و
مهمتر از اون مسئله جنگ، یعنی خشونت همین ماورای اقتصادی که به شکل متمرکز از طریق ارتش و یا پلیس بر اتباع حاکم یا بر مردمان منطقه دیگهی که این حکومت در واقع میخواد تسخیرش کنه یا تصرفش کنه اعمال میشه. و خب نکته اصلی اینه که میبینیم اتفاقا اینها مسائلی هستند که در یک به هر حال نگاه به عقب نشینی تاریخی اصلا چپ و همین پیروزی سرمایداری و فاشیسم نقش اساسی دارن در هر شکلی از استراتژی مبارزاتی، چه در داخل یک کشور چه در ارتباط با فضای جهانی و بین المللی و ساختن جنبش های مبارزاتی. اینها نکات اساسی بودند و میشه کاملا دید که نکاتی بودند و هستند که عدم پرداختن به اونا دلیل اصلی شکست نیروهای چپ و پیروزی در واقع و مستحکم تر شدن و هارتر شدن سرمایه‌داری که حالا امروزه به نام نئولیبرالیسم بر همه جهان داره حکومت میکنه، در واقع گرفتاری هایی که با این مسائل بوده، با تبعیض، با در واقع ستم به زنان، با مسئله در واقع حالا شکل های بردهداری، انواع شکل های اعمال خشونت که همین نمیشه اونا رو به منطق استثمار یا بهره کشی اصلا ربط داد، هرچند باش کاملا میتونن در هم بیامیزن بر اساس همین منطق در واقع ادغام سوری که سرمایه‌داری انجام میده. این در واقع اون بحث اصلیه، یعنی برای اینکه اتفاقا میگم مسئله صرفا هم همین مسئله نظری نیست، ضعف اصلا استراتژیک و تاکتیکی در واقع نیروهای همین پیشرو به خاطر همینه که به این شکلها در واقع بها ندادن. ما میبینیم که عملا اون بحث حالا بگیریم انقلاب جهانی یا اون شعار معروف کارگران جهان متحد شوید، ارتباطش با این بحث ها کاملا ناروشن باقی مونده. من نمیخوام حالا وارد بحث رابطه طبقه با نمیدونم نژاد یا انواع بحث هایی که به هر حال چه میدونم شاید تحت عنوان مثلا پست مدرنیسم یا پست مارکسیسم یا حتی نمیدونم پست کپیتالیسم به شکل‌های مختلف مطرح شده، جای گفتگو هم داره. در کل به هر حال خیلی هاشون همین بهانه های ایدئولوژیکن برای یه جوری تایید نظام سلطه، ولی یه جاهایی هم به هر حال روی حقایقی انگوش میذارن. و خب مهم اتفاقا اینه که ما میبینیم امروزه نبردهای اصلی سر این مسائل این شکلها داره رخ میده. در واقع بحث استثمار و بهره کشی هست مسلما، خصوصا چه میدونم برای کارگران چینی که هم میلیون ها میلیون هستن، ولی خب در کشورهای پیشرفته در خیلی جاهای دیگه ما اصلا طبقه کارگر صنعتی رو دیگه نمیتونیم به عنوان سوژه انقلابی خیلی روش حساب بکنیم. حالا گذشته اصلا از این بحث که هیچ طبقه ای به شکل اونتولوژیک و هستی شناسانه و ماورای تاریخی اصلا انقلابی نیست، شاید واقعا در قرن 19 هم یک همچین احتمال تاریخی وجود داشته که کارگران آلمان و فرانسه و انگلیس و جاهای دیگه همین وحدت پیدا بکنن و اصلا تاریخ چیز دیگه بشه، ولی به هر حال نشد. اینا نه فقط وحدت پیدا نکردن بلکه در سنگرهای جنگ جهانی اول بدترین شکل خشونت و کشتار رو در واقع که استثنایی بود اصلا برای تاریخ و بشریت رو اصلا دگرگون ساخت و یه جوری اصلا تجربه بشری رو
خور بنیامین اصلا منهدم کرد، امکان تجربه کردن رو از خیلی ها گرفت رخ داد. و بنابراین در واقع این خودش جزئی از این بحث که میگم امروزه دعوا اتفاقا بین اونایی که داخل نظامن و اونایی که بیرونن، یعنی اونایی که کار دارن و بیکارا، مهاجرین، همه اینایی که در واقع این زور ماورای اقتصادی غیر مربوط به حالا فرمول استثمار برشون اعمال میشه و اینها در واقع نادیده گرفتن اینهاست که میشه گفت جنبش، حتی جنبش کارگری رو هم متزلزل کرده. و در اینجاست که اتفاقا همین بحث پیش میاد که میبینیم اکثر اینها، همچنین که حالا من در این بحث سعی کردم نشون بدم، در واقع وصل میشن به شکل‌های مختلف به دولت، هرچند خیلی هاشون ممکنه سوابقشون در واقع به حتی قبل از شکلی دولت برسه، یا به هر حال به نهادهای دیگه‌ای مرتبط باشن و اون سویه چنم اهریمنی و ستمگرانشون ابعادی بیرون از نمیدونم مسئله نهاد دولت و حتی دستگاه های مختلف دولت رو هم داشته باشه، از جمله مثلا همین خشونت ضد زنان، خشونت خانگی. ولی همونجور که گفتم ارتباط اینها با مسئله دولت اساسیه. در واقع حتی در همین دولت های بورژوایی مدرن ما کاملا این رو میبینیم، این اینکه اون ترک ها، اون بخش هایی از جامعه که اون میشه گفت اون مواد مذاب تاریخی از لای این ترک ها بیرون میزنه در قالب قیام ها، بحران ها، شورش های شهری، انواع تلاش هایی که مردمان میکنن برای در واقع خلاص شدن از این وضعیت، اینا در لبه های خیلی جاها این اشکال خشونت ماورای اقتصادی رخ میده، ولی کاملا هم اتفاقا مرتبط به دولت و نقش دولت ها از طریق همین بحث های مهاجرت یا بحث در حال بحث های مربوط به همون باستولید اجتماعی، و نشون میده که در واقع به هر حال ساماندهی این انواع گوناگون خشونت به میانجی در واقع دولت ها انجام میگیره و این خودش یکی از دلایل اینه که چرا در واقع آن چیزی که ما اسمش داریم سیاست رهایی بخش و مبارزه، حالا صرف نظر از اینکه شما حالا هنوز با توصیف پیکار طبقاتی به این قضیه بپردازید یا چنم بحث و مفاهیم دیگه ای به کار ببرید، مثل مردم، مثل مالتیتیود، حالا بحث های مختلفی سر این قضیه هست، این چرا در واقع عرصه اساسیش همین فضای یک کشوره. حالا من توی همین چند روز پیش توی همین ترجمه در واقع کتاب انزو تراورسو در مورد انقلاب باز به همین بحث روبرو شدیم که فرضاً آن حوادث و رخدادهایی که جنبه فراملی دارن مثلا در مورد اروپا همه سلبی و منفی هست، مثل نبرد وردون، مثل اردوگاه آشوویتس، ولی اون جاهایی که بحث در واقع مربوط به انقلاب هاست، ما از انقلاب فرانسه و نم انقلاب نم هایتی یا آمریکا سخن میگیم و اتفاقا رد پای فراملی اینها رو کم میبینیم، اینها به عنوان در واقع همون رخدادهایی که حالا در واقع از این مفهوم بدیو استفاده بکنیم برای سیاست رهایی بخش که به نظر من اساسی هم از مفهوم دیگه ای واقعا وجود نداره، این مفهوم رخ داده، این رخ داد در یه وضعیت رخ میده، حالا بعدیو بعدا به جای وضعیت از
و منطق وضعیت از منطقهای جهانها صحبت میکنه، ولی این جهانها یا وضعیتها همون کشورها هستند نهایتا، و در عرصه همین کشورها و این سگانه دولت ملت سرمایه است که در واقع این مبارزه داره رخ میده و با این پرسش کلنجار میره که اصلا انقلاب جهانی یعنی چه و چگونه میشه این مبارزه رو فراتر از در واقع مردهای ملی ادامه داد، و اینکه چگونه همونطور که دفعه قبل گفتم حتی جایی که این مبارزه در درون یک کشور تا حدی موفق میشه چگونه از طریق حمله دولت‌های مجاور یا در واقع دولت‌های قدرتمند جهانی یا سرکوب میشه اون انقلاب یا در واقع زیر اون فشارها از ریخت میفته، مچاله میشه و به یه چیزی ضد خودش بدل میشه، نظیر در واقع استبداد دینی که ما اینجا باش طرف هستیم و نتیجه در واقع انقلاب 57 که تمام اون سویه های رهایی بخشش در واقع ازش جدا شده و به ضد خودش بدل شده. به نظر میاد که برای فهم در واقع این مبارزه که در این عرصه رخ میده، در این عرصه در واقع دولت ملت و اینکه در واقع دشمن در واقع همین دولته و اینکه چگونه حالا این مبارزه میتونه اصولا حتی از منطق دولت فراتر بره، اینکه به نظر من اینکه حتی رادیکال ترین شکل های مقاومت در دوران ما در واقع حالا گذشته از اون که هم مهر بنیادگرایی دینی رو بر خودش حمل میکنه، مبارزاتی که فلسطینی ها دارن انجام میدن، ولی افق تاریخیش هم با ساختن یه دولت ملت دیگه است. این خودش واقعا در واقع جای خیلی تاسف داره که نشان دهنده در واقع همین بی‌معنا شدن اصلا مفهوم همین چه می‌دونم انقلاب جهانی یا هر شکلی از گذر به ماورای سرمایه‌داریه. اینجاست که به نظر میرسه با توجه به حالا همه اون مواردی که من به عنوان خشونت ماورای اقتصادی بهش اشاره کردم که شکلهای دیگه هم داره و حالا در واقع میشه هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ مفهومی و جامعه شناختی رفت و پیدا کرد، تحلیل نم روانکاوانه کرد، از بحثای نم فوکویی استفاده کرد، کل حالا سنت جامعه شناسی غیر مارکسیستی از نم وبر و دورکیم تا به امروز آورد، بحث اینکه دین چی کار میکنه، چگونه همین در ترکیب با دولت در واقع استبداد دینی میسازه، تئوکراسی میسازه، چیزی که ما همین در منطقه خودمون از اسرائیل تا ایران شاهدش هستیم، و اینکه در واقع همین این شکل‌های ماورای اقتصادی سلطه چگونه میان گره میخورن اتفاقا با کل این نظام سرمایه‌داری هم در سطح جهانی هم در داخل مرزهای ملی، همه اینا به نظر من یه جورایی ثابت میکنه که لازمه در واقع این بحث دو حالا اینجا دیگه میشه اسمش گذاشت دولت رو مطرح کرد به عنوان بخش حاکمیتش، یعنی بحث در واقع جنگ رو، بحث اعمال خشونتی رو که مستقیما اصلا ربطی به حالا سرمایه‌داری نداره منطقا به این معنی، هرچند که خب کاملا جزئی از اونه، ولی در مواردی هم میتونه در سطوح مختلف هم ضد منافع سرمایه‌داری که حالا منطقه‌ای یا حتی جهانی عمل بکنه. به هر حال به نظر میاد که لازمه ما به بحثی در مورد سیاست بپردازیم که قابل تقلیل به مسئله تولید و در واقع بهره کشی نیست
به یه شکلی قدیمی تر از اونه، هرچند از طریق اون ادغام میشه و مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره، ولی در کنار در واقع استثمار به عنوان شکل‌های دیگه خشونت حضور داره و سابقه های قدیمی داره و بقاش، موندنش، سازماندهیش و گره خوردنش با در واقع تمدن، همون چیزی که در واقع دفعه قبل هم گفتم، باعث میشه همه مدارک و اسناد تمدن، اسناد و مدارک توحش هم بشن، ناشی از در واقع همینه که چگونه اتفاقا سازماندهی مرکزی پیدا میکنه این شکلهای ستم، این شکلهای کاربرد زور. و اینجاست که حالا بحثایی پیش میاد که هم شاید حتی اسامی که خیلی هم چندان جالب نیستن، بعضی اصلا خوششون نیاد، مثل کارل اشمیت پیش میاد و بحث حالا نهایتا اتفاقا نظریه آگامبن در مورد حاکمیت، برای اینکه اینجاست که اون وقت ما اون سویه در واقع سازماندهی و اعمال این نوع خشونت ماورای اقتصادی رو که خب شکل بارزش جنگه و بعد حالا به بردهداری و اینا منتهی میشه، یا در داخل هر کشور انواع تبعیض رو ایجاد میکنه، یا به هر حال اصلا نصف جمعیت رو عنوان زنان اصلا بر اساس نظام مردسالاری سرکوب میکنه. اینجا اتفاقا باید ربط اینا رو با هم دیگه از طریق بحث‌های مفهومی و نظری و تاریخی بفهمیم که یه مقدار با در واقع شاید حالا آنچه که در سنت مارکسیستی بوده تفاوت دارن، مثل اصلا منطق استثناء، شرایط استثنایی چیه، برای اینکه جنگ خودش در واقع یه جور استثناست، فرق درون و بیرون و مفهوم مرز که حالا میشه اصلا بحثش رو ادامه داد، اصلا رسید به چه میدونم از دریدا و پست استرکتورالیستا و غیره و غیره هم سخن گفت که چگونه هر ساختاری مرز داره، ولی باید این مرز در این حال یه جایش ترک بخوره و شکسته بشه، چون همین به قول هگل مرز رو فقط موقعی میشه کشید که یه پا این سوی مرز پا اون سوی مرز داشته باشی. این دیالکتیک درون و بیرون رو چگونه باید فهمید، ارتباط این با قدرت و قدرت حاکم چیه، چگونه حاکم هم درون قانونه هم بیرون قانون، و به همه علت گره میخوره اصلا مفهوم حاکم با مفهوم در واقع قدیمی هیولا، ورولف، این چهره های دوگانه حاکم از کجا میاد و و و حالا بحث های گوناگونی که شاید در ارتباط با همین منطق حاکمیت سابرینیتی و منطق اصلا سیاست لازم باشه که باز بهش بپردازیم، نه برای اینکه حالا میگم خود این بحث شاید از طریق حتی کسی که شروعش هم کرده بیش از حد دیگه گره خورده به الهیات و هم تاریخ الهیات مسیحی قرون وسطا، بحثایی که آگامبن بعداً میکنه، ولی به هر حال نقطه شروع این بحث و اون قدم های اولیش به نظر من ضروریه برای اینکه اصلا این مفهوم خشونت ماورای اقتصادی رو بفهمیم و بعد شکل ساماندهی این رو بفهمیم و ارتباطش رو با در واقع اصلا مفهوم کشور و وضعیت یک کشور رو بفهمیم، ارتباطش رو با انقلاب در یک کشور بفهمیم و همینطور بتونیم مثلا بحث سیاست رهایی بخش رو چه در عرصه ملی چه در عرصه جهانی از طریق اتفاقا رویارویی شدن با مسائلی که بهش نپرداختیم، مسائل همین ستم زنان، مسئله تبعیض، مثلا انواع شکل‌های مختلف نژاد پرستی و میهن پرستی و ناسیونالیزم افراطی که امروزه میاد و راست و این در واقع میشه گفت
پوپولیزم راستگرای امروزی اصلا روی اینها در واقع مانور میده. در همه این موارد ما احتیاج داریم در واقع به یه شکل دیگه ای اصلا فهم زور ماورای اقتصادی، انواعش، شکلای ساماندهیش از گذشته های دور تاریخی تا امروز، و مهمتر از همه اتفاقا نحوه های گره خوردن انواع این زور با سرمایه داری، چه در سطح جهانی چه در داخل هر کشوری. اینجاست که اصلا همین بحث مثلا نقش دین و دولت میاد مطرح میشه، یه روحانیت سامان یافته و تمام چیزهایی که حالا میتونه نقد یک همین تئوکراسی سرمایه دارانه باشه. به هر حال این حالا اون چیزی بود که من این بار میخواستم از طریق اتفاقا یه مفهوم دیگه غیر از دولت بحث رو ادامه بدم و برسم حالا در انتها اتفاقا باز به دولت و ضرورت حالا نظریه پردازی در ورای بحث‌های حالا قدیمی که از ارسطو تا پولانزاس جهت هست که دولت چیست یا حکومت خوب چیست. نه، این بحث من برمیگرده در واقع به رابطه بین تکثر دولت ها و همون مسئله اصلی که گفتم، یعنی جنگ. و حالا اگر وقت باشه بعدا و فرصتی باشه در جلسات بعدی این بحث رو من از طریق حالا در واقع نظریه های آگامبن شاید یه سویه هایش رو بتونم پی بگیرم و حالا مطرح کنم. به هر حال ببخشید باز هم طولانی شد، من سعی کردم خلاصه صحبت کنم. به هر حال در خدمت دوستان هستم که سوال و نقد و نظر، خیلی هم خوشحال میشم.